گیلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم خلاصه یکی از بهترین فیلمایی که تا به حال دیدم بررسی کنیم. فیلم دبرن نو تستامنت یا انجیل عهد جدید محصول مشترک سینماهای فرانسه، بلژیک و لوکسامبورگ هست و انقدر نکات جالب و خوبی داره که میتونه زندگیتون رو عوض کنه. این فیلم نمره 7 از 10 رو توی IMDb به خودش اختصاص داده و اگه آدم خیلی مذهبی هستید اصلا نبینیدش، چون قطعا به اعتقاداتتون توهین میشه. حواستون به اسپویل کامل فیلم باشه تا آخرش بهم فوش ندید. فیلم با دیالوگهایی از یه دختر به اسم ایه شروع میشه که براتون نقل قول میکنمش. خیلی‌ها معتقدن خدا وجود داره، اما نمیدونن اون توی آپارتمان کوچیک تو شهر بروکسل بلژیک زندگی میکنه. اون یه زن خیلی سربزیر و ساده هم داره. همه از پسرش یعنی مسیح اطلاعات کامل دارن، ولی نمیدونن خدا یه دخترم داره. من دختر خدا هستم و به نام ای شناخته میشم. خدا با زن و دخترش خیلی بد رفتاری میکنه. اون اولو خیلی حوصله‌اش سر میرفت و میخواست یه وسیله سرگرمی برای خودش درست بکنه. واسه همین اول یه دنیا ساخت که حیوانات توی زندگی میکردن، اما زندگی حیوان براش حوصله صبر بوده، واسه همین آدم و حوا رو خلق کرد. اونا نسل انسان رو به وجود آوردن و من با پدرم یعنی خدا زندگی میکنم، اما نمیذاره هیچ وقت از این خونه بیرون برم. اون حتی نمیذاره وارد اتاق کارش شم. من و مادرم اجازه نداریم هیچ چیز جز مسابقات ورزشی و از تلویزیون ببینیم. مامانم هیچ وقت از چیزی شکایت نمیکنه و واقعا ساده است. هر روزش با گلدوزی و تمیزکاری میگذرونه. یکی از تفریحاش اینه که کارت بازیکنای بیسبال جمع کنه. الانم 18 تاشونو داره، چون عاشق عدد 18 و تعداد بازیکنای بیسبال هم همینقدره. هر وقتم برامون غذا حاضر میکنه 4 تا ظرف سر میز میذاره، چون امیدواره یه روز پسرش برگرده خونه. من یه سری قدرت خفن دارم که حتی از داداشم مسیح بالترن، اما خدا همش محدودم میکنه. فکر کنم چون خودش نمیتونه این کار رو انجام بده بهم حسودی میکنه. اون اصلا من و مامانم رو دوست نداره و خیلی شخصیت بدی هم داره. اون برای آدما کلی سختی به همراه یه مقدار کم خوشحالی ساخته تا بهشون امید الکی بده. قانونای مسخره ای هم ساخته تا آدمو بیشتر عذاب بکشن. مثلا اینکه هر وقت نون از دستشون میفته قسمت مربایش به زمین بخوره، یا اینکه هر وقت آدما توی صف باشن صف کنارشون زودتر حرکت بکنه. یه روز خدا حواسش نبوده در اتاق کارش باز گذاشت. من یواشکی وارد اتاقش شدم و با دیدن کامپیوترش فهمیدم چه بلاهای عجیبی روی زمین فرستاده و چقدر داره آدما رو اذیت میکنه. برای همین سر میزشان باهاش دعوا رو انداختم و اونم منو به اتاقی برد با کمربند زیر کتک گرفت. حالا اتفاقای فیلم شروع میشن. ای از این همه سختی و عذاب توی خونهشون به شدت عصبی و میخواد هر جوری شده به شهر بره تا آدما رو ببینه. روز بعدی میرسه و ای لوازمش رو جمع میکنه. اول به کنار مجسمه مسیح روی کمدش میره و همین که بهش سلام میکنه مجسمه به مسیح واقعی ولی کوچولو تبدیل میشه. ای ازش میخواد راهنماییش کنه و مسیح بهش میگه اول از همه باید چند تا حواری پیدا کنی. برای اونایی که نمیدونن بگم حواری همون یارای مسیح بودن که 12 نفر میشدن و همه پیغامای اونو به همه دنیا میبردن. مسیح میگه من 12 تا حواری جمع کردم، اندازه یه تیم هاکی، ولی تعداد زیاد بود و خیلی داستان ساخته شد. برای همین تو بهتره 6 تا پیدا بکنی. تازه اینطوری جمع حواریامون میشه 18 که مامانمون خیلی عددشو دوست داره و اندازه بازیکنای تیم بیسباله. همینطور میگه برو تو اتاق بابا و 6 تا از پرونده های آدما رو بردار تا بعدن با یه سری معجزه طرفدار خودت یا همون حواری کنیشون. اینم اضافه میکنه که حتما باید یه کتاب انجیل برای خودت بنویسی. این میگه من دلم نمیخواد مردم ازم بدونن و راجبم حرف بزنن. مسیح هم میگه خب به جای اینکه راجب خودت باشه انجیلت راجب زندگی حواری هایی که انتخاب کردی بنویس. بعدم میگه اگه میخوای بابا رو اذیت کنی یادت باشه اون بدون کامپیوترش دیگه هیچی نداره. برای فرار کردن هم یادت باشه من ماشین لباسشوییمونو هک کردم و میتونی از اون به شهر بری. ای آماده میشه وقتی پدرش بعد مشروب خوردن خوابش میبره کلید اتاقشو برمی‌داره و یواشکی به اونجا میره. اول 6 تا پرونده به صورت رندوم انتخاب میکنه. بعد برای ضربه نهایی به خدا میره پای کامپیوترش و برای همه آدمای زمین یه پیام میفرسته که شامل تاریخ و ساعت دقیق مرگشونه. در نهایت کامپیوتر رو قفل میکنه و بعد خداحافظی با داداشش به سمت ماشین لباسشویی میره که با خزیدن داخلش به یه تونل خیلی طولانی میرسه. آدما رو میبینیم که همشون پیام حاوی لحظه دقیق مرگشون دریافت کردن. کل دنیا آشوب شده و اخبار راجع به این قضیه صحبت میکنه، چون یه سری زمان مرگشون دقیقاً با پیامی که رسیده همخونی داشته. همه مطمئن شدن که این پیام درسته و خیلی‌ها میخوان از این فرصت استفاده بکنن. یه زن توی وان همون میفهمه تنها 120 ثانیه تا مرگش مونده و سری همه لوازم خطرناکی کنار میذاره، اما در نهایت با افتادن کمد روی سرش سر همون تایم میمیره. یه مرد با پیامی که گرفته فهمیده سر 2 سال عمر میکنه و به همین خاطر معروف میشه. یه مرد دیگه فهمیده تا زمان مرگش خیلی مونده و برای همین شروع به انجام کارهای خطرناک مثل پریدن از پنجره میکنه، چون میدونه تا عمق قرار نیست کشته شه و واقعا هم هر کاری میکنه باز زنده میمونه. خیلی از مردم دیگه سر کار نمیرن و همه جنگای دنیا هم متوقف شده. مردم توی دنیای مجازی تصمیم گرفتن از زمانی که دارن نهایت استفاده رو کنن و کارهایی که همیشه آرزو داشتن انجام بدن. خدا بالاخره بیدار میشه و میبینه حتی شبکه ورزش هم داره راجع به این اتفاق صحبت میکنه. با دیدن کلیدای گم شدهش متوجه میشه چه اتفاقی افتاده و با عصبانیت دنبال ایراه میفته. با تبر در اتاق کارشو میشکنه و وقتی میبینه کامپیوترش هم قفل شده و هیچ کاری نمیتونه بکنه خیلی عصبی تر میشه. خدا میتونه بیا دخترشو دنبال کنه و اینطوری میفهمه از ماشین لباسشویی برای رفتن به شهر استفاده کرده. ایرو میبینه که بالاخره به پایان تونل میرسه و از اون طرف به خوشجویی میفته. اون با هیجان برای اولین بار دنیای واقعی رو دیده و خیلی خوشحاله. بارون میگیره و هیجانش رو چند برابر میکنه، اما وقتی گشنش میشه از سطل آشغال یه ساندویچ برمیداره
که با اولین گاز حالش به هم میخوره. مرد بی خانمانی به اسم ویکتور سر میرسه و بهش میگه نباید ساندویچ ماهی از آشغالی برداری چون همشون فاسد و به درد نخورن. ای ازش میپرسه سواد داری؟ که ویکتور هم میگه آره. ای ازش خواهش میکنه کمکش کنه تا واردات شیشه حواری به روچیزایی که میگه رو بنویسه تا یه انجیل بسازن، اما ویکتورش علاقه ای نداره و راهشو میره. انقدر ای دنبالش میفته و حرف میزنه که آخر از خستگی خوابش میبره. ویکتور هم دلش برای دختر میسوزه و اونو کول میکنه. ای خیلی خوشحال میشه و میگه کاش تو بابای من بودی. دوستیشون شروع میشه و ای میگه من دختر خودم. بعد توضیح میده که زمین همون بهشتی که ازش حرف میزنن، ولی ویکتور باور نمیکنه چون معتقد بعد مرگ تازه بهشت رو میتونه ببینه. ای هم میگه اصلا اینطوری نیست و بعد مرگ هیچی وجود نداره. خدا رو میبینه که با عصبانیت داره کفشش پاهم میکنه تا به زمین بیاره دنبال ای بگرده. زنش بهش میگه این کارت خیلی خطرناکه و تو نمیدونی رو زمین چی منتظرته. خدا هم شروع به داد و بیداد میکنه و میگه من دیگه رو آدمو هیچ کنترلی ندارم. میگه اونا قبلا نمیدونستن آیندهشون چیه و برای همین حواسشون به قوانین من بود، اما حالا هیچ ترسی ندارن که هر کاری میخوان با زندگیشون بکنن. خدا میگه اگه ای مثل مسیح سری حواری دورش جمع بکنه، میتونه به مردم یاد بده که اینقدر مثل بدبختا زندگی نکنن و اینطوری گند میخوره به همه برنامه های من. زن انقدر ترسیده که هیچ حرفی نمیزنه و خدا بهش میگه خیلی احمقی و وارد ماشین لباسشویی میشه تا به زمین بیاد. ویکتور رو میبینیم که ایرو به پیش اولین حواری میرسونه، دختری به اسم اورلی. اورلی با اینکه فهمیده تنها 11 سال دیگه زنده است، هیچ روز زندگیشو تغییر نداده و همون روتینشو داره ادامه میده. این دختر تنها زندگی میکنه که خیلی عجیبه چون واقعا خوشگل و جذابه و خیلی مردا دنبالشن. اورلی کلا شخصیت دپرسی داره چون وقتی بچه بوده دستش روی قطار گیر میکنه و قطع میشه. الانم یه دستش مصنوعی و روحیش هم خیلی داغونه. ایو ویکتور توی ایستگاه قطار به اورلی میرسن و بعد شنیدن همه این حرفا ای میگه که یکم از خودت برام حرف بزن. اورلی میگه یه بار یه مرد بی خانمان اومد سمتم و خیلی روحیم به هم ریخته بود. فکر کردم میخواد بهم آزار برسونه، اما فقط یه جمله بهم گفت. زندگی مثل یه زمین اسکیه. خیلی از آدما توی زمین میخورن. اورلی با گفتن این جمله اشکش میریزه و میگه این فلسفه همه زندگیمو تغییر داد. هر بار جلوی آینه خودمو دیدم و ناامید بودم یاد این حرف افتادم. ای از دختر اجازه میگیره و اشکش جمع میکنه چون خودش نمیتونه هیچ وقت گریه کنه. ای به دختر میگه من میتونم موسیقی همه آدما رو تشخیص بدم. بعد سرش روی قلب دختر میذاره و میگه موسیقی زندگی تو هندل یا آهنگساز توی دوران باروکه. بعدم بهش قول میده که امشب یه خواب خیلی قشنگ براش درست کنه. آخر اون روز اورلی یه رویای عجیبی بینه. موسیقی هندل توی اتاقش پخش میشه و دست قد شدهش روی میز به زیبایی میرقصه. ویکتور و ای به سمت حواری بعدی راه میافتن. ای از ویکتور سوال میکنه که میدونی که قراره بمیری، اما ویکتور میگه نه چون تلفن ندارم. به حواری دوم میرسن، مردی به اسم ژان کلات. ژان کلات توی بچگیش یه رویه ماجراجو خیلی شاد داشت، اما هرچی سنش میره بالاتر واقعیت دنیا بیشتر بهش فشار میاره و درگیر زندگی روتین و کارمندی میشه. وقتی میفهمه 12 سال مونده تا بمیره، تلفن و کیفش رو تو سطل آشغال میندازه و از اون روز روی نیمکتی میشینه و تصمیم میگیره هیچ وقت از جاش تکون نخوره. ای و ویکتور کنار همین نیمکت پیداش میکنن. ای شروع به صحبت میکنه و با ژان کلات راجع به پرنده ها هم حرف میزنن. بعد ای بهش میگه موسیقی زندگی تو رومو یکی دیگه از آهنگسازای دوران باروکه. در آخر هم میگه من صدای حیونا رو میشنوم و این پرنده که داری بهش نگاه میکنی خیلی دوستت داره. پرنده رو دست ای میشینه و ژان کلات با کنجکاوی میپرسه چرا هیچ وقت از این پارک نمیره. با معجزه پرنده به حرف میاد و میگه خودت چرا هیچ وقت نمیری. ژان کلات خیلی شوک میشه و به ای باور پیدا میکنه. بعد تصمیم جدیدی میگیره و با بلند شدن از جاش به دنبال پرنده راه میوفته تا هر جایی که میخواد بره. خدا رو میبینه که بالاخره به آخر تونل میرسه. این بار ماشین لباسشویی روشن و بعد کلی چرخیدن و خیس شدن از اون باحال بد بیرون میاد. یه زن توی مغازه با دیدنش کلی میترسه و سری با اسپری فلفل به خدا حمله میکنه. اونم که کلی عصبی و داغونه با چشم سوخته میاد بیرون. همین لحظه بارون هم میگیره و دوباره عذابش بیشتر میشه. خدا گشته شد و یه ساندویچ از آشغالی برمیداره، اما چند تا از بی خانمانه خلافکار سر میرسن. اونا میگن حق نری از محله ما غذا بخوری. بعد اونو زیر کتک میگیرن. خدا به بیمارستان برده میشه، جایی که شروع به فحش دادن به دکترا میکنه و میگه فقط چند تا مورفین بهم بزنید. بعد با عصبانیت میاد بیرون و غذای یه بچه رو میگیره که مادرش بلند میشه و دوباره خدا رو میزنه. ایو ویکتور به پیش سومین حواری میرسن، مردی به اسم مارک که 83 روز از زندگیش باقی مونده. اون یه مریض جنسی و همه وقتش رو به دیدن پرن یا رقاص ها داره میگذرونه. تنها خاطره مهم مارک از بچگیش دیدن یه دختر توی ساحله که به نظرش خیلی جذاب اومده. از اون روز هر دختری میبینه بهش علاقه پیدا میکنه، ولی به خاطر ظاهر بدش هیچ کس حاضر نیست باهاش وارد رابطه بشه. وقتی مارک میفهمه قراره خیلی زود بمیره، همه سرمایه‌اش از بانک برمی‌داره و برای اولین بار با یه تنفروش رابطه جنسی برقرار میکنه که به قول خودش بهترین خاطره زندگیشه. از اون روزم هر شبش با رفتن به استریپ کلاب میگذرونه. ای بعد شنیدن داستان زندگی مارک بهش میگه موسیقی زندگی تو پرسل یکی دیگه از آهنگسازای دوران باروکه. در آخر هم میگه تو صدای خیلی خوبی داری. مارک هم همون روز به جای میره و برای تست دادن به عنوان گوینده فیلمای پورن استخدام میشه. سر اولین پروژه‌اش زنی که همکارش رو میبینه و میفهمه همون اولین کراش دوران بچگیشه. این دو نفر صحبت میکنن و کلی با هم ارتباط عاطفی برقرار میکنن.
بعدم به خونه مارک میرن و دست تو دست هم خوابشون میبره. به خونه خدا میریم. زنش بعد رفتن خدا بالاخره آرامش پیدا کرده. برای اولین بار تلویزیون رو خاموش میکنه و یه نفس راحت میکشه. وقتی به تابلوی شام آخر پسرش مسیح نگاه میکنه، میبینه چند نفر به نقاشی اضافه شدن و خیلی تعجب میکنه. خدا هم خودش رو به یک کلیسا میرسونه تا غذای مجانی بگیره. وقتی میخواد از صف جلو بزنه، یه دفعه بی خانمانه دیگه بهش حمله میکنن و کتکش میزنن. کشیش کلیسا میاد و خدا رو نجات میده و براش غذا میبره. خدا همینطوری داره از بقیه بی خانمانا ناله میکنه که کشیش بهش میگه تو باید همسایه‌هاتو دوست داشته باشی چون خدا اینو بهمون گفته. خدا هم عصبی تر میشه و میگه من هیچ وقت اینو نگفتم. مسیح ضد من راه افتاد تو خیابونا و این چرندیاتو به مردم تحویل داد. بعدم برای اینکه به کشیش ثابت کنه خداست، اسم این مردو به زبون میاره و همه اتفاقای بد زندگیشو به رخش میکشه. در آخرم به همه اتفاقا میخنده و میگه من این بلا رو سرت آوردم بدبخت. کشیش عصبی میشه و شروع به کتک زدن خدا میکنه، در حالی که مجسمه مسیح توی کلیسا یه لبخندی به لبش میاد. ایو ویکتور به حواری که 4 میرسن. مردی به اسم فرانسوا که 25 سال از مرگش مونده. فرانسوا یه قاتل و روزی که میفهمه کی قراره بمیره، تصمیم میگیره هر روز پارک بره و به صورت رندوم آدما رو مورد هدف قرار بده. اگه بمیرن که یعنی برنامه خدا بوده، اگه نمیرن که میفهمه هنوز وقتشون نرسیده. فرانسوا از بچگیش به مرگ خیلی علاقه داشته و همیشه به مراسم خاکسپاری میرفته. با این حال هیچ وقت تو زندگیش نه ناراحت بوده و نه گریه کرده. همینطور زن و بچه داشته و بعد فهمیدن زمان مرگش همه زندگی و کارش رو کنار میذاره بلکه به هدفش برسه. ایو فرانسوا میگه موسیقی زندگی تو شوبرت یکی از آهنگسازای دوران کلاسیکه. بعد از فرانسوا میخواد به زنی که داره رد میشه شلیک کنه. این زن کسی نیست جز اورلی، یکی دیگه از حواریا. فرانسوا هم شلیک میکنه اما گلوله به دست مصنوعی دختر برخورد میکنه. از اونجایی که ویکتور و فرانسوا نمیدونن دست دختر مصنوعی، فکر میکنه یه معجزه اتفاق افتاده و برای همین فرانسوا سری به دنبال اورلی راه میفته باهاش حرف بزنه. توی آسانسور نمیدونه دست دختر مصنوعی و لمسش میکنه اما دختر متوجه نمیشه و هیچ حرفی هم با هم نمیزنن. فرانسوا به خونه میره و جلوی آینه وامیسه. اینجاست که میفهمه عاشق شده و از عصبانیت این قضیه آینه رو میشکنه. بعد میره پیش زن و بچه‌ش و کلا بهشون بی‌محلی میکنه. روز بعدی فرانسوا دوباره دنبال اورلی راه میفته. بهش دست گل به همراه شماره خودش میده و میگه عاشقش شده. دخترم جوابشو نمیده ولی گلا رو میگیره و به خونش میبره. ژان کلاد حواری قلبی رو میبینیم که همچنان دنبال پرنده میکنه، اینطوری داره کل دنیا رو سفر میکنه. ای هم به حواری پنجم زنی به اسم مارتین میرسه. مارتین 5 سال از زندگیش باقی مونده. اون دوران جوونیش یه آدم عاشق و سرکش بوده ولی در آخر با یه مرد خیلی حوصله سربر ازدواج میکنه. این دو نفر هیچ حسی به هم ندارن. بعد از اینکه مارتین میفهمه 5 سال زنده است، یه مرد تنفروش استخدام میکنه تا از زندگیش لذت ببره اما هیچ حسی به این کار نداره. ای به مارتین میگه موسیقی زندگی تو موسیقی سیرکه. برای همین به همراه ویکتور ستایی به سیرک میرن که مارتین با دیدن یه گوریل حس عجیبی پیدا میکنه. میگه این گوریل زیباترین چیزی توی دنیاست که تا حالا برای من اتفاق افتاده و از این حس گریش میگیره. ای هم اشکشو برمی‌داره و بهش میگه من میتونم حرف حیوانا رو بفهمم و این گوریل خیلی از تو خوشش میاد. مارتین هم از رئیس سیرک گوریل رو میخره و با خودش به خونه میبره. ای و ویکتور هم دنبالش میرن. ای روی کاناپه میخوابه و ویکتور بیرون از خونه. وقتی مارتین میگه چرا نمیای تو، میگه من باید هر شب قبل خواب ماهوتو آسمون ببینم تا یادم بیاد دیگه برای جرمی که هیچ وقت مرتکب نشده بودم الکی تو زندان نیستم. گوریل توی خونه همه چیزو میشکنه اما مارتین با لذت نگاهش میکنه و در آخرم اونو میبوسه. اورلی رو میبینیم که تصمیم میگیره به فرانسوا زنگ بزنه تا به خونش بیاد. وقتی میرسه دست مصنوعی خودشو به فرانسوا نشون میده که این مردم انقدر عاشق دختر شده که دست مصنوعی دختر رو میبوسه و این کارش تاثیر خیلی عجیبی روی قلب اورلی میذاره. در آخرم دو تایی از عشق زیاد رابطه جنسی برقرار میکنن. خدا رو میبینیم که از این زندگی خسته میشه و تصمیم میگیره به خونش برگرده اما متوجه میشه همه لباسشویی و بچه شدن و هیچ راهی برای برگشت نیست. برای همین باز دنبال دخترش راه میفته که در آخر اونو کنار یه رودخونه با ویکتور میبینه. خدا دنبال این میدوه که دختر با یه معجزه دیگه دست ویکتور رو میگیره و دوتایی از روی آب رد میشن. وقتی خدا هم میخواد همین کارو کنه توی آب میفته. یه سری آدم کمکش میکنن و اونو به کلیسا میبرن تا خشکش کنن. کشیشی که قبلا دیده بودیم با دیدن خدا دوباره عصبانی میشه و میگه اونو کنار مهاجرای ازبکستان بذارن تا یه بلایی بعدی سرش بیاد. ژان کلاد رو میبینه که با پرندهش بگه دش میرسن. پرنده های دیگه هم دنبالش میان و اون با استفاده از حرکات دستش میتونه همشون رو حرکت بده. حرکتی که با ریتم موسیقی زندگیش مثل یه رقص خیلی زیبا نشون داده میشه. ایو ویکتور به پیش آخرین حواری پسر بچه‌ای به اسم ویلی میرسن. این پسر کلا 54 روز از زندگیش باقی مونده. ویلی از بچگیش همش توی بیمارستان بود و مریضیهای مختلف گرفته. وقتی میفهمه 54 روز از زندگیش مونده، با مامان باباش حرف میزنه و میگه من میخوام مثل یه دختر زندگی کنم. ای بهش میگه موسیقی زندگی تو چارلز ترنی، یه موسیقیدان سبک جاز. بعدم براش یه رویا از یه ماهی میسازه که داره همون موسیقی رو میخونه. ایو ویلی با هم دوست میشن و تقریبا همسنن و خیلی همو درک میکنن. ای با کمک بقیه حواریا هفته آخر زندگی ویلی رو به بهترین شکل میسازن تا همه آرزوهاش برآورده شه. از طرفی اورلی به فرانسوا میگه دیگه آدما رو نکش و اونم قبول میکنه. مارتین با گوریلی که گرفته بود رابطه برقرار میکنه و با ترسوندن شوهرش اونو از خونه فراری میده. مارک هم با کراش همیشگی زندگیش رابطه جنسی برقرار میکنه و با آرزوش میرسه. ژان کلاد هم با راهنمایی پرنده ها به قطب شمال میرسه و یه زن رو میبینه که عاشقش.
میشه. آخرین روز زندگی ویلی میرسه. خدا با اسکورت پلیس به همراه بقیه مهاجرای ازبکستان به این کشور برگردونده میشن. ای و بقیه حواری یا ویلی رو به ساحل میبرن تا همونجوری که دوست داره توی آرامش بمیره. زن خدا رو میبینیم که خیلی خوشحال و پر انرژیه. با دیدن تابلوی نقاشی و 18 تا شدن حواریا تو پوست خودش نمیگنجه، چون دقیقاً عدد مورد علاقه‌ش و اندازه بازیکنای بیسباله. وقتی میبینه خدا خیلی وقت خونه نیومده و دیگه هم شاید نیاد، برای اولین بار به اتاق کارش میره تا اونجا رو جارو کنه. برای این کار کامپیوتر رو از برق در میاره تا جارو برقی رو روشن کنه. همین لحظه ثانیه مرگ ویلی میرسه. یه دفعه هواپیمایی که خدا توش شروع به لرزیدن میکنه در حالی که داره از کنار همون ساحل رد میشه. همه وحشت میکنن چون فکر میکنن قراره اینطوری ویلی بمیره، اما زن خدا جارو رو از برق میکشه و کامپیوتر رو روشن میکنه. روی کامپیوتر مینویسه پسورد وارد کنید که زن به طور شانسی مینویسه 18. در کمال تعجب کامپیوتر روشن میشه و مینویسه خوش آمدید الهه. الهه یا گادس به خدایان زن گفته میشه، یعنی زن خدا هم اندازه خودش قدرت داشته و هیچ وقت اینو نفهمیده بود. هواپیما با حالت ثابت خودش برمیگرده. پیام زمان مرگ همه توی گوششون غیر فعال میشه و ویلی هم زنده میمونه. یه دفعه دنیا یه سری تغییرات عجیب پیش اتفاق میفته. حالا الهه رو میبینه که با استفاده از کامپیوتر همه طرحهای رنگ و رنگ رو انتخاب میکنه تا دنیا قشنگتر شه. دنیایی که حتی آسمونش هم پر گل میشه. آدما میتونن کف اقیانوسا راه برن. جاذبه زمین تغییر میکنه و حتی یخهای قطب هم دیگه آب نمیشن. اخبار همش از اتفاقای خوب خبر میده. مارتینو گوریلی بچه به دنیا میارن. ویکتور با نوشتن انجیل جدید به عنوان یه نویسنده خیلی مطرح شناخته میشه. ای و ویلی برای اولین بار همو میبوسن. حتی حاملگی تغییر میکنه و فرانسوا بچه اوریلی رو حمل میکنه. همه چیز خوب میشه، اما خدا رو میبینیم که همچنان توی ازبکستان همه ماشین لباسشویی رو یه بار چک میکنه بلکه یه راه به خونش پیدا شه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. بعضی فیلم‌ها رو که آدم میبینه فقط میپرسه یعنی چه اتفاقی افتاده که نویسنده تونسته همچین داستان فوق‌العاده‌ای رو خلق کنه. داستانی که یه موضوع ساده و کوچیک شروع میشه تا یه دنیای دیگر نشون بده و به ما میفهمونه که چقدر میتونیم زندگیمون رو عوض کنیم. زندگی کوتاه‌تر از اونه که توی یه روز مرگی گیر بیفتیم و خوشحال نباشیم. شما اگه میدونستید قرار است 30 روز دیگه بمیری چه کاری انجام میدید؟ توی کامنت‌ها بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. روزتونم گلاسی.